نون و به من آتش داد، آتش شد دادم به زرگر، زرگر به من قیچی داد، زرگر به من قیچی داد، قیچی را دادم به درزی، درزی، درزی به من قبا داد، قبا رو دادم به بابا، بابا به من خورما داد، یکیش خودم خوردم، یکیش افتاد به زمین، یکیش افتاد به زمین. گفتم بابا خورما بده، زد تو کلم، افتاد تو باغچه، رفتم کلمو بیارم، آتیش به پام بیفتاد، ساگ به شکم بیفتاد، گربه به دنبه افتاد. متشکر. آیتی میشود از این قشنگتر هم کنید، ولی در سال متشکر. شما مثل اینکه از اون شعری که میگفتم از دوستان ایرانی یادش کرده بودم خوشتون اومده. لطفاً بخونید. چشم چشم دو ابرو دماغ دهن یه گردو، حالا بذار دو تا گوش موهاش نشه فراموش، حالا بذار دو تا گوش موهاش نشه فراموش، چوب چوب یه گردن اینم یه گردی تن، دست گردی تن، دست دست دو تا پا انگشت ها جورابه ها، ببین چقدر قشنگه، حیف که بدون رنگه. متشکرم. ای برقمان، خب خیلی متاسفم که برق موقعی اومد که کلاس ما تموم شد. گرجستانی که سکنش تقریبا 5 میلیون نفره، خاله سوسکه چندین بار چاپ شده که اگر روی هم این مجموع شمارگانش رو جمع کنیم تقریبا 150,000. 150,000 نسخه در مجموعه های گوناگون و جدا خاله سوسکه چاپ شده و شما نمی توانید به دست بیارید. همون موقعی که چاپ شد همون موقع توزیع و خریدار داره. یک نمونه دیگر در سال تقریبا 20 سال پیش یکی از ایران شناسان خوب ما در زبان ادبیات و خودش هم ذوق شاعری خوبی داره، یعنی با ابتکار او، با اهتمام او، یک مجموعه تقریبا 600-700 صفحه‌ای تدوین شد از نظم ایرانی که حاوی گاسه های پیش از اسلامی است و تا جامی، تا عبدالرحمن جامی. تیراژ یعنی شمارگانش 100,000 در طی 2 هفته نایاب شد. برای یک گرجستان نسبتا کوچک 100,000 طول که 2 هفته طول بکشه، خب یعنی خودش نمایانگر آن است که ادبیات فارسی برای ما چه ارزشی داره. در برنامه بعدی با یکی دیگر از مراکز فعال در امر آموزش زبان و ادبیات فارسی در شهر تفلیس آشنا می‌شویم.